بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک و الملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و تصمت بذل عزت و العظمت و الجبروت و سعنت بذل قدرت و اللهوت و امتنعت بذل عظمت و الكبریاء و الملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل علی محمد و علی فاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي لایق دربار
چی امام از صلواتی تقدیم کنیم. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آله. قادر منان بقیه غیبت امام زمان رئیس مذهب امام صادق علیه السلام ببخشد، صلوات سوم محضر امام صادق علیه السلام تقدیم کنیم. بحث امروز از سلسله مباحث مودت اهل بیت در آثار مودت به امام زمان و اهل بیت رسول الله. چند نکته رو باید بیان کنم. نکته اول، قوی ترین راه معرفت به یک حقیقت معرفت به آثار آن است.
دلیل انی در فلسفه آن است که از اثر پی به مؤثر ببرید. آثار وجودی هر چیزی ماهیت ذاتی و معارف وجودی اون چیز را تفهیم می کنن. اگر بخوای آثار یک دارو را بفهمید، مصرف اون دارو و مقایسه تأثیر آن در رفع بیماری، سرعت دفع مرض، قدرت نابودی بیماری به شکل دائمی و بقیه خواص دلالت بر ارزش اون داروست. وقتی میگوییم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، برای فهمیدن مفهوم مودت ذی القربا و اینکه چرا خدا در آیات قرآن در مقابل شعار همه انبیا که ان اجری الا علی الله می گفتن، مزد رسالتشون را با خدا می دانستن، چرا قرآن فرموده است قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، باید به آثار این مودت پرداخت. نکته دوم، دلیل انی که همون معرفت از آثار، مقام فهمش سریع و احتیاج به برهانهای عقلی و نظری ندارد، چون از یک برهان برتر به نام تجربه و حس که برهان تجربی است برخوردار است. همیشه وقتی چیزی را حس کنید، تجربه عینی و ملموس کنید، سریعتر آن را می شناسید. نکته سوم، آثار مودت اهل البیت دو گونه اند. یکی آثار تبیین شده که در روایات و آیات قرآن بیان شده اند، دوم آثار محسوس به حواس خمسه یا مجرب در قضاء حوائج یا مجرب در حل مشاکل یا مجرب در رسیدن به صلح در موارد اختلاف و جنگ یا مجرب در دفع امراض یا مجرب در ارتباط با خدا و حصول حوائج در وقت ادعونی استجب لکم. رموز استجابت دعا همنشینی، همنوائی و همدلی با اولیاء خداست. بنابراین
تجربه توفیق در دریافت حوائج و موفق بودن توسلات یکی از بهترین راه‌های درک عینی و تجربی آثار مودت اهل البیت است. یک حدیث را از امام صادق از جد اطهرش خاتم انبیا امروز از جلد 25 بهار الانوار باب ثواب فضلهم و حبهم اشاره می کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان فی حب اهل بیتی 20 خصله. قبل از این عبارت امام صادق از پیغمبر این جمله را بیان می کند: من احب اهل بیتی فلا یشکن احد انه فی الجنه. ان فی حب اهل بیتی 20 خصله، عشر منها فی الدنیا و عشر فی الاخره. اما فی الدنیا فالزهد والحرص على العمل والورع فی الدین والرغبة فی العباده و نشاط فی قیام اللیل و الیأس اما فی عید الناس و تاسعه السخاء و العاشره بغض الدنیا. هر کس به مودت اهل بیت من برسد اثر اولش اینه: هیچ کسی حق ندارد شک کند که این محب و اینی که به آیه قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا عمل کرده بهشتی خواهد بود. اثر اول مودت اهل بیت بهشت است. بعد حضرت دلیل می آورد چرا محب اهل بیت و مودت زویل قربا انسان را بهشتی می کند. فرمود: زیرا در محبت اهل بیت من 20 خاصیت است، 10 تاش در دنیاست و 10 تا در آخرت. اما در دنیا زهد، کنارگیری و بیمیلی به دنیا، زده شدن از دنیا، عدم وابستگی و تعلق به شهوات دنیا، اموال دنیا، اولاد دنیا، از مجموعه زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه
والانعام والحرس، از همه اینها که وابستگی عام است، کسی که امام زمان رو پیدا کنه، بشناسه، در حد مودت متمرکز در صاحب الزمان بشود، در عالی ترین درجه انتظار همه دلشو به امامش بدهد، قرار بگیره، یا از دنیا بیزاره، نه برای ریاست های دنیا، زرق و برقای دنیا، نه برای خورد و خوراک دنیا، نه برای نکاح و ازدواج دنیا، نه برای مرکب و خیل و چیزای مارکدار دنیا، والخیل المسومه، مرکبهای مارکدار، لباسهای مارکدار، خانه های مارکدار، شرکت ها، ابزار، لوازمی که در دنیا مسومه هستن، هیچ کدوم براش ارزشمند نیست. زهد یعنی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیزی رو از دست دادی غصه نخوری، اگه چیزی هم به دست آوردی خوشحال نش. معنای دیگر زهد اکتفای به ضرورت در زندگی دنیاست، از غذا مقدار ضرورت، از لباس، از مسکن، از وسائل، از مرکب، همه به اندازه ضرورت. امیر المؤمنین در نهج البلاغه در نامه به عثمان ابن حنیف می نویسد: الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من طعمه به قرصه، الا و انکم لا تقدرون على ذلک ولكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. من از این دنیای شما از خوراکش به دو قرص نان جوین و از پوشاک و لباسش به دو لباس کرباس از پنبه بافته شده اکتفا کرده. روزی دو قرص نان جوین و دو دست لباس که یکی رو می پوشم یکی رو می شورم. زهد اینه. معنای سوم زهد، فرمود به جناده: الا و ان الدنیا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی الشبهات عتاب، فانزل الدنیا بمنزله المیته خذ منها ما یکفیک فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا كُنْتَ قَدْ زَهِدْتَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وِزْرٌ وَإِنْ كَانَ الْعِتَابُ فَإِنَّ الْعِتَابَ يَسِيرٌ فَأَنْزِلِ الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ خُذْ مِنْهَا مَا يَكْفِيكَ. دنیا را به اندازه یه مردار حساب کن و از مردار شما اجازه نداری جز به مقدار ضرورت چیز دیگه ای ازش استفاده کنی.
اگه یه الاغ مرده تو بیابون افتاده مار مرده و تو هم داری از گرسنگی میمیری، از این مردار چقدر اجازه داری میل کنی؟ به اندازه حفظ جان که از این معرکه و مهلکه نجات پیدا کن، نه بیشتر. نمیشه یک کباب مفصل از این گوشت و الاغ مرده بخوری یا مار مرده را کباب کنی خذ منها ما یکفیک، نجاتت بده تا به آبادی برسونده. این میشه زهد. معنای چهارم زهد در کلام امام صادق است که زیباترین عبارت در تعریف زهد همین: قال صادق علیه السلام لیس الزهد ان لا تملک شیئا، انما الزهد ان لا یملک شیئا. زهد این نیست تو مالک چیزی نباشی، زهد آن است چیزی مالک تو نباشد. زهد یعنی تو امیر باشی نه اسیر. کسی که اسیر زن و بچه شد، اسیر کارخونه و باغ و مزرعه و گاو و گاوداری و مرغداری و اسب و مرکب و اسیر دنیا شد، دیگه زاهد نیست. زهد این نیست که تو چیزی نداشته باشی، دوچرخه بیگلگیر و یه ماشین قرازه و لگنی سوارشی. زهد آن است اگه تمام دنیا سندش به نام توست و تو همشو یک شبه از دست دادی، باکت نباش. رفت که رفت، آمد خوش آمد، رفت به سلامت. ای زهد. المؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استواره، این زیر و بالایی ها پایین و بلندی های دنیا او را تکان نمیده. یعنی همین معنای آخر زهد هم اینه: شما داشته باشی اما دل نبسته باشی. شما تو خونتون مسترا ندارین، سند این مسترا به نامتون نخورده، شیشدنگش به نامتون، اما وابستگی شما و استفاده شما از توالت خونه چقدره؟ ساعتها میری میشینی اونجا، صندلی میذاری، حال میکنی. یه دقیقه به اندازه ضرورت از مسترای خونت چقدر استفاده میکنی؟ دنیا همش مستراه. زهد یعنی به اندازه ضرورت ازش استفاده کن. اولین خاصیت مودت امام زمان و محبت شدید و متمرکز شدن روی صاحب الزمان زهد در دنیا است. به قول استاد ما که خودش بارها خدمت امام زمان مشرف شده بود، مرحوم حاجا باقر فقیه ایمانی، مرد بزرگی بوده، 43 جلد کتاب، 43 عنوان کتاب راجع به امام زمان نوشته. مخی بوده علمی راجع به معارف مهدویت. یه وقتی تو خزینه حمام خدمت حضرت مشرف میشه. آقا تشریف آورده بودن حمام،
تو خزانه حمامای قدیم اصفهان. خب مطالبی بهش گفته بودن، دستوراتی بهش داده بود. شما با حضرت رضا حمام رفتین؟ امام رضا نیشابور حمام تشریف بردن، مامورین خواستن حمامو قرخ کنن، فرمود نه راضی نیست، من میخوام همون حمام عمومی برم، خصوصی نه. تو حمام عمومی یکی کیسه میکشه، یکی لیف میزنه، معمولا از همدیگه کمک میخوان پشت همو کیسه بکشن. یک کسی پیس بود، بیماری برس داشت خودش کیسه میکشید. به حضرت رضا کیسه شو داد، گفت آقا میشه پشت من کیسه بکشید؟ حضرت از جا بلند شدن، پشت ای رو کیسه کشیدن، چرکش لوله کردن، بعد یه کاسه آب برداشتن رو سرش ریختن این چرکاش بریزه. به محضی که حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا کاسه آب رو بر سر او ریختن، تمام این بیماری پیسی از او زائل شد. ای هی به بدنش نگاه می کرد، می دید لکه های سپیدی دیگه نیست، هی نگاه به حضرت رضا می کرد، نمی شناخت. افتاد به پاهای امام، گفت تو که هستی؟ به لهجه نیشابوری، آجان تو کی هستی؟ با من این کردی که هیچ طبیبی نمی توانست مرا مداوا کن. مرحوم آجا باقر فقیمانی در حمام، تو خزینه حمام خدمت امام زمان مشرف شد. وقتی با ایشون صحبت کرده بود مرحوم آمیزا محمد تقی موسوی اصفهانی صاحب مکیال المکارم، که آقا کیفیت این استحمام شما با حضرت ولی عصر چجور بوده؟ فرمود اونها که به او رسیده تا اونجا که با او حمام می روند، دیگه برای این عالم و اهل این عالم ارزشی قائل نیستن که بخواد هی پیش ای و او مطرح کنه. کسی که اینقدر با امام زمان رفیقه، دیگه برای این او که من آخ من رسیدم، من اینا کیان مگه؟ اینا چی به تو میدن؟ به کجا تو را میرسان؟ خاصیت انتظار صاحب الزمان، خاصیت محبت امام زمانی که از همه مردم دنیا بیزار میشی، کسی کاری برات نمیتونه بکنه. از آدم ها، از تجار، از حتی از علماش، حتی از رجالش، وقتی با او رفیقی بقیه دیگه چه کاره؟ وقتی با او سر و سری داری. مرحوم آمیزا محمد تقی موسوی در مکیال المکارم جلد دو می نویسد قرضدار شده بودم، طلبکارا می آمدن در خونه آبرو ریزی می کردن. ماه رمضان بود، سحری محضر حضرتش توسل پیدا کرد، نماز استغاثه به امام زمان را نیمه شب جمعه خوندم. به حضرت عرضه داشتم آقا اگه به آبروریزی من راضی هستید کمکم نکن، ولی من به شما مشهور شدم. به من میگن امام زمانی، آبرو من بره آبرو شما میر.
من برا خودم نگران نیستم، آبروی من هیچ پوچ، برا آبروی شما نگرانم. مبادا بگن امام زمانی ها اینجوری. با این عبارات درد دل کردم. بعد از سحری رفتم مسجد، نمازم رو به جماعت خوندم، برگشتم منزل، در حال استراحت بر من تجلی فرمود. عین عبارت ملکوتی صاحب الزمان این بود: قدری اسد محمد تقی، قدری باید صبر کنی. ما به تو هر پولی رو نمیدیم، از اون پولای پاک مخصوصمون که یقین به طهارت و پاکیش داریم میخوایم بهت بدیم. یه کمی صبر کن تا از اون مال مخصوص طیب و طاهرمون که به زودی وصول میشود به تو عطا کن. اینقدر این جمله برام زیبا بود که هر پولی هم بهم نمیده. آه شما میای از من پول بگیری. یه وقت من از تو بانکم پول برمیدارم به شما میدم، یه وقت از پاکت منبرم که عرق ریختم، روزه امام حسین خوندم، گریه مردم پاش بوده، از او پول پاکت بهتون میدم. فرق میکنه. امام زمان همه اموالش حلاله، اما بعضی اموالش خیلی پاک. همه دوستانش طاهرن، اما بعضی دوستانش خیلی پاکن. گفت بعد چند روز یکی از تجار متدین اصفهان که خیلی پاک و پاکیزه بود آمد دیدن من، مبلغی رو آورد. گفت آقا این از حلال ترین کاسبی منه، چون شما امام زمانی هستید ایره برای شما آوردم. من کسبی به این حلالی تا حالا نداشتم، ایره برای شما آوردم. و اون مبلغی که او آورده بود بدونی که از من بپرسه، بدونی که من بهش بگم، دقیقا مساوی با قرض من. آخی اما فی دنیا فزهد و الحرص علی العمل. مودت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر تنبلی رو از ما میگیر. ذاتن بشر میل به تنبلی و بیحالی و خواب و خوابیدن و لهو و لعب و بازی و بیکاری و لم دادن و دراز کشیدن و خواب طولانی بیشتر و کیف کردن و خوشگذروندن و آب یخ و نوشابه و انواع خوراکی های ذات آدم هاست. همه میل به ای دارن. مردان سخت کوش و تلاش که هدفی برتر از این لشلوشیا، از این تنبلیا، بیاریا، خوابا، بازیا، لهو و لعبا دارن، نیامدن سرشونو به یه چی گرم کنن. هدف دارن در این دنیا، ارباب دارن، صاحب دارن و میخوان به صاحبشون برسن. اونا تنبلی ندارن. کسی که متمرکز در محبت امام زمانه بیاری و بیکاری و تنبلی رو ازش میگیره. ولی حرص و علل عمل، دائما دنبال کاره. گفت امام صادق رو از سه حال خالی نمیدید: یا هر وقت من امام صادق رو دیدم یا نماز میخون، یا درس میداد و حدیث بیان میکرد، یا قرآن تلاوت میکرد. یک ثانیه عمرش من امام صادق رو بیکار ندیدم.
و الحرص و علال عمل. امیر المومنین تو سلمونی نشسته بودن محاسنشون رو اصلاح می کرد. مرد سلمانی وقتی سیبیلای حضرت رو خواست کوتاه کنه، حضرت ذکر می گفتن لباشون تکون می خورد. گفت آقا جان یا امیر المومنین یه ذره ذکر نگین، این لباتون تکون نخوره، من بتونم این سیبیل مبارکتون رو کوتاه کنم. فرمود چطور یک لحظه از ذکر ساکت بشوم؟ راه طولانی سفری بس دراز، توشه‌ای هم تهیه نکردم. والحرص علی العمل. خاصیت سوم والورع فی الدین. آدم های محب امام زمان، عاشق صاحب الزمان، بی احتیاط نیستن، لاابالی نیستن، پر رو دریده بی حیا نیستن، دقیق در اجرای فرمانهای الهی و فرمانهای مولاشون نهایت دقت رو دارن. مبادا من باید همه فکرم بکنم از این منبر امروزم، مبادا امام زمان از یک کلمش ناراضی باشه، از این بازاری که امروز رفتم یک کلمش امام زمان ناراضی باشه، یک حرکت من، یک خرید من، یک فروش من. در تقوا، تقوا به معنای ترمزه. یا آقای ما رو سوار کرده بود، ازش پرسیدم شغلت چیه؟ گفت من ترمزیم. گفتم ترمز یعنی چی؟ گفت ترمز یعنی ترمز دیگه آج آقا. گفتم خب حالا معناش چیه؟ گفت نمیدونم. گفتم ترمز یعنی تقوا. اون وسیله سخت افزاری که در وسایل نقلیه، ماشین، دوچرخه، موتور، هواپیما، قطار نصب کردن که در مواقع خطر این وسیله نقلیه رو نگهش داری، بتونی رو متوقفش کنی، این رو میگن ترمز. تقوا یعنی عرضه نگه داشتن خودت، چشت، دستت، زبونت، شکمت، شهواتت در وقت گناه خطر نگه داری، جلو نری، متوقف کنی خودت. منتها این سیستم تو مغز آدم ها نصب میشه، نرم افزاریه، در وسائل نقلیه سخت افزاریه. تقوای نرم افزاریه تو مغز، گناه رو بشناسی، در وقت خطر به تمام عضلات بدن فرمان میدی وایسا، نرو جلو. ایا میگن تقوا. ورع یعنی وقتی کارای خوب میکنی، نماز میخونی، روزه میگیری، استغفار میکنی، تلاوت قرآن میکنی، کربلا آمدی، زیارت الحسین آمدی، همه دلهرت اینه مبادا کربلای من جوری باشه که آقا نمیپسنده، مبادا این نماز من جوری باشه که قبول نمی کنن. دلهره از کارای خوبمون اسمش ورعه. مثلی که یه هدیه خریدی، خب هدیه خریدن کار خوبیه، برای یه دوست داری میبری، اینم کار خوبیه، ولی همش دلهره داری مبادا دوست از این هدیه من ناراحت بشه، این هدیه لایق شأن او نباش. این معنای ورعه. ورع یعنی دلهره از کارهای خوبمون داریم. تقوا یعنی جلوی کارهای بد وایسیم، خودمون رو نگه داریم. خاصیت انتظار صاحب الزمان، مودت اهل البیت،
و محبت اون جان جانان این است که شما به ورع میرید، همش مواظب کارای خوبتی در شأن مولا باشه. شب عاشورا میخوان جانفشانی کنن، ولی همه دلهورشون ای بود مبادا نپسندن. چرا گریه میکردن؟ چرا قاسم ابن الحسن اونجور اشک میریزه وقتی میبینه اسمشو عمو نمیبره؟ عمو، من لایق نبودم، جانفشانی من ارزش نداشت، من لیاقت نداشتم اسم منو نبردی. این حالات، حالات عظمتیه، جلالیه که اگر به او کسی برسه زندگیش متحول میشه. نمیدونم، دیگه نمیتونم حرف بزنم که خواص محبت او و مودت به او تا کجا آدم و بالا میبره. اصلا همینطور دو پله یکی، دو پله یکی بالا میری، از جهش به پرش، از پرش به یورش، از یورش به پرواز می کشاند. چنان سریعت می کنه که هیچ کس به گردت نمی رسه. Oh,
به ناز به چشم دل کش دل پرش کس دگان به ناز به چشم دل کش مهنی آیا تایر من نه حریف باز باشم بیان و لحظات این که امام صادق با سر و پای برهنه در مجلس منصور دوانی حاضر می کرد انواع تهمت ها اتهامات اهانت ها با آقای ما می فرمود با آقای ما اهانت می کرد هر جور خواهی میبرمون که قدر منصور آرام کن اثر ندار گفتیدم منصور شمشیر جوتان نیمه از نیام خارج کرد ولی دوباره خیر خیر نگاه کرد و شمشیرش رو قلاف کرد باز عصبانی شد شمشیر رو از قلاف تمامش رو خارج کرد خواست تا بلنش یا خیلیم میلرد و دستاش مرتعش نشست جاش مرحله سوم وقتی دادم کرد یعنی شمشیرش رو پرت کرد دستور داد عطر مخصوصش رو حاضر کردن بدرهای زر آورد امام صادق رو بغل گرفت محاسنش رو به عطر دربار خوشبو چندی کیسه طلا برای امام صادق فرستاد بردم امام را به منزل رسوندم وقتی برگشتم از منصور تغییر احوالش رو پرسید گفتم امشب فکر میکردم امام صادق رو نابود میکنی سرش رو از بدن جدا میکنی گفت بار اول شمشیر از نیام خارج کردم به نیمه که رسید دیدم جدش پیغمبر بین من و او حائل شد دستش رو باز کرده میخواد جلو منو بگیره بدنم به لحظه افتاد نشستم مرتبه دوم شمشیر از غلاف خارج کردم باز دیدم پیغمبر بین من و جعفر ابن محمد حائل شد مانع من میشد ترسیدم شمشیر و غلاف کردم مرتبه سوم دیدم پیغمبر منو تهدید میکنم میفرمود اگه گزندی به فرزندم جعفر ابن محمد برسانی کاخ تو بر سرت ویران میکنم
چنان لرزه بر اندامم افتاد که امام را احترام کردم، روانه خانه کردم. میخوام دو جا بگم پیغمبر آشکار شد کربلا. یکی روز عاشورا وقتی سر حسین رو بالای نیزه بردن، دیدن پیغمبر بین زمین و آسمان، ناله میزنن و فریاد، ای حسینا یکیم وقتی تو مجلس یزید با چوب خیزم به لب و دندان عبی عبدالله میزد، زینب کبرا صدا زد یزید، خودم دیدم پیغمبر این لب و دندان رو میبوسید. چوب ستم منی لب انور مزن یزید، تیرم به جان پیمبر مزن یزید، ظاهرن چوب بر لب آتنن بر قلب زینب میدنی، بدم المظلوم بدم العشام بدم القریب یا الله یا الله. اللهم عجل غريك الفرج، اللهم عجل غريك الفرج، اللهم عجل غريك الفرج، والعافية للناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وخدامه وشيعته، واجعل عوامر أمورنا خيرا بالنبي وآله. يك حمد و شعار سور التوحيد بر اموات شهدا و اموات خودتون و پدر نورانی من تلاوت بفرمان.